سرخط خبرها. اطمینان امریکا از مسلط نشدن طالبان بر سراسر افغانستان. So we're hopeful. We all want to see the Afghans succeed. پنتاگون میگوید ممکن این گروه بر بخش‌های کوچک مسلط شوند. مراجعه حکومت افغانستان به دادگاه جهانی هاگ با پرونده 20 ساله جنگ. در میان گفتمان داغ صلح و جنگ، کابل به دنبال کشاندن کدام گروه به این دادگاه است؟ نبردهای سنگین در 24 ساعت گذشته در چندین ولایت. طالبان 780 حمله در یک ماه گذشته در برابر نیروهای امنیتی انجام دادند. هراس افغانی در برابر روشنایی. 4 پایه برق در کابل ماین گذاری و 2 پایه منهدم شد. امروز 70 مگاوات برق را تمدید کردند به شهر کابل که فردا این مقدار به 150 مگاوات میرسه. و امریکا یک گام به جلو برای برگشت به برجام. $1 میلیارد در بند ایران آزاد می شود. سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع آمریکا میگوید که طالبان نمیتوانند بر سراسر افغانستان تسلط یابند و گفته پنتاگون نیروهای امنیتی افغانستان توان دفاع از کشورشان را دارند و طالبان با سقوط برخی بخش‌های کوچک نمیتوانند بر سراسر افغانستان مسلط شوند. وزیر دفاع آمریکا هم گرچند نبرد کنونی برای نظامیان افغان را یک چالش میخواند، اما ابراز امیدواری میکند که نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهم در متوقف کردن طالبان داشته باشند و گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم واشنگتن ممکن است زمینه آموزش از نیروهای امنیتی افغانستان را در خارج از این کشور فراهم کند. با این حال تصمیم مشخص در مورد چگونگی پشتیبانی این کشور از نیروهای امنیتی افغانستان تا اکنون گرفتن نشده است. در سوی دیگر رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا اما احتمال می‌دهد که پس از خروج نیروهای این کشور طالبان ممکن تا پایان سال روان دوباره قدرت را در دست بگیرند. بهاءالدین انصاری گزارش می‌دهد. امیدواری توهم با اطمینان وزارت دفاع آمریکا از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع مستقلانه. رئیس دستگاه دفاع آمریکا با تاکید بر ادامه پشتیبانی کشورش از نیروهای امنیتی افغانستان ابراز امیدواری میکند که این نیروها بتوانند حمله های طالبان را متوقف کنند. ما امیدواریم نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهم در متوقف کردن طالبان داشته باشند. ما همچنان از آنها پشتیبانی خواهیم کرد. پس از آن که روند خروج کامل شود، امیدوارم همچنان در کنار نیروهای امنیتی افغانستان باشیم. زمانی که روند خروج تکمیل شود، ما روی پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از خارج از افغانستان تمرکز خواهیم کرد. اکنون تمام تمرکز ما روی خروج مسئول نیروهای ماست. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم که در این نشست خبری با لوید آستین حضور پیدا کرده میگوید طالبان نمیتوانند با سقوط برخی بخش‌های کوچک بر سر افغانستان تسلط یابند و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی دفاع از کشورشان را دارند. مارک میلی میگوید بر اساس تخمین نظامی حرفه‌ایش طالبان نمیتوانند برنده جنگ باشند. به گفته او در حال حاضر بیش از 90% حمله‌های هوایی برای پشتیبانی از نیروهای زمینی توسط نیروی هوایی افغانستان انجام می‌شود. بیش از 300 هزار نیروی نظامی افغانستان از سالها جنگ را رهبری می‌کنند. بدون شک ما آنها را پشتیبانی می‌کنیم. آنها می‌توانند بجنگند. بر اساس تخمین نظامی حرفه‌ای من، طالبان با سقوط چند منطقه نمیتوانند پیروز شوند. توانایی نظامی چشمگیری در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود دارد. ما باید ببینیم که آنها چگونه وضعیت را کنترل میکنند. این جنرال 4 ستاره آمریکایی میگوید درباره ادامه پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از خارج از این کشور بررسی‌ها ادامه دارد. و ایالات متحد روی چندین گزینه از جمله آموزش نیروها در خارج از افغانستان رایزنی می کند.
وزیر دفاع آمریکا هم میگوید که رابطه دو جانبه جدید با شریکان امنیتی افغانستان زیر بررسی است. با این حال، ملی میگوید با بستن چندین پایگاه بیش از 3000 قطعه از تجهیزات به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپرده شده است. و همزمان 12 به مفگن F-18 برای محافظت از روند خروج نیروها به منطقه فرستاده شده است. همان گونه که نیروهای امنیتی افغانستان متحمل تلفات شدند، طالبان دچار فرسایش قابل توجه نیز شدند. از سوی هنوز یک بخش فعال از تلاش مذاکره بر رهبری وزارت خارجه در جریان است. این نیز یک دریچه دیگر است که به طور فعال توسط دولت ایالات متحده دنبال می شود تا حکومت افغانستان و طالبان به توافق برسند. در بی سیاسی هنوز بسته نشده و نتایج احتمالی زیادی در اینجا وجود دارد. همزمان دبیر کل ناتو بار دیگر از پشتیبانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان می دهد. پایان مأموریت پشتیبانی قاطع به معنای ختم مشارکت ما با افغانستان نیست. در حقیقت فصل جدید از روابط باز شده است و اکنون ما راههایی را برای فراهم کردن حمایت مالی، آموزشی و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان مد نظر داریم. با وجود این همه امیدواری ها، رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس سنای امریکا دیدگاه بدبینانه نسبت به پیامدهای خروج از افغانستان دارد. میچ مک‌کانل میگوید پس از خروج نیروها ممکن طالبان تا پایان سال روان دوباره قدرت را در افغانستان به دست بگیرند. روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان در اول ماه می به گونه آغاز شده است و قرار است بیش از 9000 نیروی خارجی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. افغانستان خواهان کمک و پشتیبانی دادگاه جزای جهانی برای رسیدگی به جرمهایی است که از سال 2003 تا اکنون در این کشور رخ داده است. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه با هیئت بلندرتبه حکومتی برای گفتگو با دادستانهای دیوان جزای جهانی یا دادگاه جهانی هاگ و هالند رفته است. از اینکه افغانستان عضویت این دادگاه را دارد، دادگاه میتواند ادعاهای جنایت جنگی را که از سال 2003 به این سو رخ داده بررسی کند. در حالی که تلاش ها برای پایان دادن به جنگ 20 سال پسین افغانستان جریان دارد و نیروهای امریکایی هم افغانستان را ترک می کنند، وزیران امور خارجه، عدلیه و سرپرست دادستانی کل کشور به هالند سفر کردند تا پرونده جنایت های جنگی در افغانستان را به دادگاه جزایی جهان یا دادگاه هاگ بسپارند. قرار است حنیف اطمر با تیم همراهش روی همکاری ها میان دادگاه هاگ و نهادهای عدلی و قضایی کشور در رسیدگی به جنایت های جنگی و جلوگیری از وقوع آن در آینده و همچنان تقویت روند سال و برقراری آتش بس فوری و دائمی در افغانستان با این دادگاه گفتگو کند. دیدار و گفتگو با مقامات ارشد و سرانولان محکمه جرایم بین المللی ابراز اطمینان از ارادی قوی و برنامه عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی، تقویت روابط میان محکمه مذکره و نهادهای عدلی و قضایی کشور به خاطر رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع از جنایات در آینده که بدون شک تاثیرات مثبت روی روند صلح و استقرار آتش بس دائمی در کشور داشته می باشند از جمله اهداف از این سفر است. به گفته مقام‌های وزارت امور خارجه، هیئت افغانستان برنامه های عملی را برای رسیدگی به این جنایت ها و دادگاه ارائه و از چگونگی عملی شدن برنامه ها به این دادگاه اطمینان خواهد داد. در 20 سال گذشته همه طرف ها مانند مخالفان مسلح حکومت، نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی در موردهای گوناگون متهم به جنایت جنگی شده اند. با امید از این که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با کسانی که مرتکب جرایم بین المللی که در قوانین نافذ افغانستان نیز جرم تلقی شده به شکلی که در قانون تصریح شده عمل نماید. به گفته وزارت امور خارجه، دادگاه جزایی هاگ شکایت هایی را در مورد اتهام ارتکاب جرم های جنگی و جنایت های ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ های تحمیلی سالهای گذشته گردآوری کرده که خواستار بررسی عملی و مستقیم در این زمینه می باشد. اما آگاهان می گویند نگران بهره گیری های سیاسی هستند تا رسیدگی به پرونده های جنایت های جنگی. امی پروسه به شکل عادلانش پیش برده شود و از همچو
مسائل قضایا نفی سیاسی یا بربرداری سیاسی صورت نگیره، که فکر میکنم تجربه جهانی بر ما نشان داده که همچون مسائل همیشه بی‌طرفانه نبوده. دادگاه هاگ در ماه مارچ سال 2020 به دادستانهایش اجازه داد که در مورد اتهامهای جنایت جنگی توسط طالبان، نیروهای آمریکایی و افغانستان بررسی کند. فاتو بن سودا دادستان دادگاه اما زمانی که بررسی ها را درباره جنایت‌های جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد، با مخالفت اداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روبرو شد و مورد تحریم قرار گرفت، تحریمی که در دوره بایدن رفع شد. وزارت دفاع ملی از آغاز عملیات پاکسازی بغلان از وجود طالبان خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که شب گذشته شمار زیاد نیروهای تازه نفس کماندو به بغلان رسیدند و این نیروها در حال پیشروی‌اند. در کنار بغلان، هلمند و غزنی هم در یک شبانه روز گذشته گواه درگیری‌های سنگین بوده است. دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که طالبان در یک ماه گذشته 780 حمله در برابر نیروهای امنیتی انجام دادند. تنها چند ساعت پس از سقوط بخش‌های از بازار بغلان کهنه، نیروهای دولتی اینجا آمدند و دست به کار شدند. برای مردمانی که گواه شدیدترین نبردها بودند، آلاس تامین امنیتشان و بازپسگیری برخی نقاط از دست رفته اطمینان داده می شود. من در چلایی ساعت گذشته بیشتر از 100 نفر تلفات داده، با جنگ ریاضی، پلیس ملی، نت ملی، دوی ملی و با آمدن نیروهای کماندو که شب رسیدن طرفات دشمن بیشتر شده. بغلان هنوز هم گواه درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان است. منابع محلی می گویند که شب گذشته طالبان بر ولسوالی دهنه خوری بغلان حمله کردند و 5 پازگاه مشترک پلیس و ارتش را تصرف کردند. به گفته این منابع، طالبان در پی تصرف این ولسوالی بودند که در نتیجه بازار این ولسوالی آتش گرفت. و یک تعداد بیزای ما را سرشان عملیات کردند. لله‌الحمد امروز نیروهای امنیتی ما با شجاعت و متانت از حریم و جغرافیای خود سخت دفاع کردند. هنوز هم مومه‌های بغلان گواه درگیری‌های سنگین است و ولسوالی برکه هم در تصرف طالبان. نبردهایی که سبب شده شهرهای اصلی بغلان بلخ و بغلان قندس و تخار هم به علت حضور گسترده طالبان بر روی رفت آمد مسدود باشد. با مرکز گزارش‌های خیر و خیرت می‌ده و که بغلان امنیت از این است، ولی ما می‌بینیم که بغلان در بدترین حالات فعلا قرار داره، بدترین وضعیت فعلا قرار داره. به نظر می رسد طالبان عملیات بهاری اعلام ناشده ای را آغاز کردند، به گونه ای که اکنون دامنه جنگ بیش از 20 ولایت کشور را در بر گرفته است. آتش نبرد در هلمند هم شعله‌ور است. نیروهای تازه نفس به این ولایت فرستاده شده و افزون بر لشکرگاه، ولسوالی های سنگین، مارجع، ناوه و نادلی هم گواه درگیری های سنگینی است. بر بنیاد آمارهای رسمی، طالبان تنها در ماه رمضان 780 حمله بر سنگرهای نیروهای امنیتی داشتند. ده حمله انتحاری، 100 حمله انفجاری و ماین مغناطیسی و 30 مورد ترور. از سوی طالبا از آغاز ماه مبارک رمضان تا اکنون حملات مختلف انتحاری، ترورهای هدفی و حملات مسلحانه دیگر به شمول حمله به ارغنداب قندهار صورت گرفته که در اثر آن به شمول کودکان و زنان بیشتر از 200 افراد ملکی ما شهید شده و بیشتر از 400 دیگر زخمی شدند. در غزنی هم که در روزهای پسین چندین پاسگاه نیروهای ارتش در مرکز این ولایت به دست طالبان افتاده بود، گواه درگیری‌های شدیدی است. بنابر آمار وزارت دفاع ملی، روز گذشته در پی حمله‌های زمینی و هوایی نیروهای امنیتی، 34 جنگجوی این گروه در ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت کشته شدند.
دو پایه برق وارداتی 220 کیلووات در ولسوالی کلکان کابل منهدم شده است. مسئولان در شرکت برشنا میگن که این رویداد در پی انفجار ماین جاگذاری شده رخ داده و بخش از یک پایه دیگر نیز تخریب شده است. در پایه چهارمی هم یک ماین مغناطیسی جابجا شده بود که نیروهای امنیتی آن را خنسا کردند. شرکت برشنا میگوید که این رویداد 300,000 دلار به این شرکت آسیب رسانده است. با این حال 70 مگاوات برق به گونه موقتی وصل شده و کار ترمیم دوباره آن 20 روز را در بر خواهد گرفت. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت تخریب این پایه‌های برق وارداتی را بر عهده نگرفته است. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. ساحه میرزاخیل ولسوالی کلکان کابل. افراد ناشناس این دو پایه را با جاگذاری ماین صبح امروز در این ولسوالی این گونه منهدم کردند. ماین بخشی از پایه سومی را هم این گونه تخریب کرده است. به گفته مسئولان برشنا، یک ماین دیگر هم در پایه چهارمی جاسازی شده بود که نیروهای امنیتی پس از ساعتها توانستند آن را خنثی کنند. در پایه این رویداد برق پایتخت و ولایت‌های هم مسیر قطع شده. 300,000 دلار هم هزینه روی دوش شرکت برشنا گذاشته است. اینم جاف انفجار شد دیگه با صبح کی ما خبرشون گفتن پای برق از دال اومدیم دیگه دیدیم که دو پایمون تو چپا شده. یا ریموتکی نباشه وقت که ریموتکی را گیر کنیم. ریموتکی نبوده با دیگه جا ریدم که از این طرف همی سر بخوت این پا گرم 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 میکا چند پای دیگه مولا و سر خطا خورد. دو پای همی حالا فعلا همیجا چپا شده و کاریگرها کار کرده روی. با این حال 70 میگاوات برق به گونه موقتی وصل شده و تا فردا هم 150 میگاوات برق دیگر به گونه موقتی وصل خواهد شد. اما روند کامل ترمیم این پایه ها به گفته مسئولان برشنا نزدیک به 20 روز زمان خواهد برد. کار دائمی مکمل تکمیل شود 20 روز در بر میگیره که امو 300 میگاوات برق که شهر کابل ضرورت داشت دوباره تمدید شود و خسارات ناشی از منهدم شدن این پایه ها از 2 لک الا به 300,000 دلار امریکایی میرسد. مسئولیت انهدام این پایه های برق در ولسوالی کلکان کابل را تا هنوز فرد و یا گروه بدوش نگرفته است. پیش از این حکومت طالبان را بارها به انهدام و تخریب زیرساخت ها متهم کرده، طوری که به گفته رئیس جمهور غنی در پی جنگ حدود 1 میلیارد دلار به زیرساخت‌های کشور زیان وارد شده است. نماینده افغانستان در ژنو میگوید که سازمان ملل نقش میانجی را در گفتگوهای صلح ایفا کند و همچنین همراه با کشورهای منطقه پیامد این ضمانت را کند. این مقام حکومتی اما تاکید دارد که پیش از آن باید آتش بس شود، زیرا بدون آتش بس پیشرفت گفتگوها ممکن نیست. همزمان نماینده پیشین سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان میگوید که هیچ دلیل برای ادامه جنگ از سوی طالبان وجود ندارد. با ادامه روند خروج به قید و شرط امریکا از افغانستان، نقش سازمان ملل در تحولات کشور روز به روز بیشتر می شود. نماینده افغانستان در ژنو بر نقش میانجی سازمان ملل در گفتگوهای صلح و ضمانت این روند از سوی نهاد و کشورهای منطقه تاکید دارد، اما میگوید نخست باید آتش بس برقرار شود، زیرا بدون آتش بس پیشرفت گفتگوها ممکن نیست. حالا که قرار است سازمان ملل نقش میانجی در گفتگوها داشته باشد، نخست باید آتش بس برقرار شود، زیرا بدون آتش بس پیشرفت گفتگوها ممکن نیست. در این صورت سازمان ملل می تواند به عنوان صلحبان گام پیش بگذارد. در داشتن نقش سازمان ملل به حیث ضمانت کننده توافق هم نقش کشورهای منطقه نیز مهم است تا در کنار این نهاد ضمانت آنها نیز وجود داشته باشد، زیرا بدون ضمانت هر تلاش بی نتیجه خواهد بود. همزمان نماینده پیشین سازمان همکاری اسلامی در افغانستان میگوید که هیچ دلیل برای ادامه جنگ از سوی طالبان وجود ندارد. او میگوید سازمان ملل میتواند در صورت نقش مهم و اثرگذار در روند صلح افغانستان داشته باشد که همه اعضای آن با این نهاد همکار باشند. من میگویم که سازمان ملل در گذشته هم در ماموریت‌هایش ناکام نبوده و اکنون هم میتواند
نقش مهم و اثرگذاری را در صلح افغانستان داشته باشد. البته در صورتی که همه اعضای آن با این نهاد همکار باشند. حال مأموریت سازمان ملل ممکن با توجه به پیچیدگی وضعیت کمی متفاوت باشد و نیاز است تا یک اجماع جامع و پایدار منطقه‌ای و جهانی برای صلح افغانستان به میان بیاید و این تنها می‌تواند با کمک سازمان ملل به وجود بیاید. دستیار وزیر خارجه ایران در امور آسیای غربی هم به این باور است که سازمان ملل می‌تواند هم با عنوان میانجی و هم با عنوان تضمین کننده نقش اثرگذار در صلح افغانستان داشته باشد. عملکرد مستقلانه سوی سازمان ملل می تواند در موفقیت روند صلح افغانستان اثرگذار باشد، زیرا در حل منازعه تاجیکستان در گذشته تجربه دارد. لذا سازمان ملل در قضیه افغانستان هم می تواند به عنوان میانجی در جریان گفتگوها و هم می تواند به عنوان تضمین کننده تفاهم نامه پس از توافق عمل کند. نماینده پیشین ملکی ناتو برای افغانستان هم نقش سازمان ملل متحد را در روند صلح افغانستان سازنده می داند. جنگ روزانه تلفات زیادی از نظامیان و غیر نظامیان افغانستان می گیرد. سازمان ملل می تواند در گام نخست اعلام آتش بس کند، اما آنچه آمریکا و ناتو در حمایت مالی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دادند، پشتیبانی از نیروهای هوایی افغانستان و ماموریت مشورت دهی و آموزشی بوده است. آنچه همه این را باید سازمان ملل انجام دهد که برای این نهاد خیلی پرهزینه خواهد بود. نشست استانبول که قرار بود در 24 اپریل به رهبری سازمان ملل برگزار شود، به دلیل حاضر نشدن طالبان در این نشست برگزار نشد و به زمان نامعلوم پس از ماه رمضان به تعویق افتاد. شماره از نمایندگان بانو در مجلس نمایندگان از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند که بر طالبان و عامیان آنها فشار بیاورند تا دست از خشونت بردارند. همزمان با بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان، افزایش خشونت‌ها، نادیده گرفتن حقوق بانوان، مداخله کشورهای همسایه در روند صلح افغانستان از مهمترین نگرانی بانوان است که با کنگره آمریکا شریک شده است. ما از ایالات متحده می‌خواهیم تا از مردم افغانستان به ویژه از نیروهای افغانستان در این شرایط حساس پشتیبانی کند. ما نیاز داریم که ناتو و آمریکا نیروهای امنیتی را از لحاظ قوای هوایی، استخباراتی و تجهیزات بیشتر کمک کند. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان از آمریکا می‌خواهد که برای رسیدن افغانستان به سال باید بر طالبان و پاکستان فشار آورده شود. بانوان در افغانستان اما بیش از هر چیز دیگر نگران از دست رفتن دستاوردهای بانوان در گفتگوهای صلح هستند. وقتی ما در حیات گفتگو کننده هستیم، تنها در مورد زنان صحبت نمی کنیم. ما باید در هر بخش این گفتگوها تصمیم گیرنده باشیم، چون بانوان تکمیل کننده تمام این پالیسی و برنامه هستند. طرح پسینی که از سوی آمریکا آمد بسیار عجیب بود. اگر شما آن را از آغاز تا پایان بخوانید، در هیچ بخش آن زنان را شامل آن نمی بینید و این مایه نگرانی کلان است. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که خروج نظامیان این کشور از افغانستان و معنای رها کردن این کشور نیست. حالا هم مهمترین خبرها از جهان. با گذشت 2 ماه از آغاز گفتگوهای غیر رسمی برای احیای توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران، واشنگتن در نظر دارد 1 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را برای مصارف بشردوستانه آزاد کند. شبکه خبری CNN از قول سفرد نزدیک به رایزنی‌های روان در ژنو نوشته است که این اقدام برای نشان دادن حسن نیت واشنگتن به تهران انجام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا گفته است حصول یک توافق برای احیای برجام طی هفته‌های آینده پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون امکان پذیر است. وزارت بهداشت هند اعلام کرده که شمار مبتلا شده ها به ویروس کرونا در این کشور از 21 میلیون فراتر رفته است. تا کنون بیش از 230 هزار نفر هم جان خود را به دلیل ابتلا به کووید 19 در این کشور از دست دادند. همزمان متخصصان بهداشت عمومی در بریتانیا نگران گونه جهش‌یافته هندی کرونا هستند و آن را نگران کننده می خوانند.
دانشمندان بر این باورند که ویروس هندی کرونا انتقال سریع دارد و تا حد خطرناکتر است. وزیر خارجه قطر میگوید که ایران و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس باید برای ثبات منطقه چهارچوب برای مذاکراتشان تعیین کنند. وزیر خارجه قطر افزون بر اشاره به کاهش تنش با ایران، همچنان از گامهای پسین ترکیه برای بهبود روابطش با عربستان و مصر استقبال کرده است. وزیر خارجه قطر بر رویترز گفته است منطقه به ثبات نیاز دارد و لازم است همه بازیگران منطقه‌ای گرد هم بیایند و برای کاهش این تنش‌ها گفتگو کنند. و تازگی گزارش‌های محرمانه از گفتگوهای ایران و عربستان سعودی منتشر شد، آنچه بر اساس آن موضع ولیعهد پرنفوذ عربستان در برابر ایران نرم‌تر شده است. در پایان هم از دنیای ورزش، امرالدین شریفی ورزشکار فوتبال کشور در لیگ برتر قرقیزستان خوش می‌درخشد. آقای شریفی روز گذشته در پیروزی 3-0 تیمش در رقابت‌های لیگ برتر قرقیزستان موفق شد که 2 گل به ثمر برساند و عنوان برترین بازیکن میدان را نیز به خودش اختصاص دهد. این 4مین گل فصل شریفی برای تیم نفتی قرقیزستان به حساب می آید. تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و ویارئال راهی دیدار نهایی لیگ اروپا شدند. دور برگشت مرحله نیمه‌نهایی لیگ فوتبال اروپا شب گذشته با انجام 2 بازی پیگیری شد که منچستر یونایتد به مسافه روم رفت و این بازی را 3-2 واگذار نمود. منچستر در دیدار رفت توانسته بود که 6 بار دروازه روم را باز کند و در هر 2 بازی 8-5 روم را زمینگیر کرد و راهی دیدار نهایی لیگ اروپا شد. در دیگر دیدار آرسنال در خانه به دیدار ویارئال رفت و نیمه نخست این بازی را با تساوی بدون گل به پایان رساند. در دیدار رفت ویارئال 2-1 در خانه به برتری رسیده بود و به همین خاطر تلاش زیادی کرد تا از برتری خود مراقبت کند و موفق به این کار نیست شد تا این دیدار بدون گل خاتمه یابد. و ویارئال به دلیل برد 2-1 در دیدار رفت راهی دیدار نهایی شد. به این ترتیب دو تیم منچستر یونایتد و ویارئال دیدار نهایی لیگ اروپا در سال 2021 را برگزار خواهند کرد. بازی نهایی دو تیم در 26 همین ماه میلادی در ورزشگاه لخیا گدانسک پولان برگزار می شود. شب گذشته مراسم اهدای جوایز لاروس که هر ساله برگزار می شود امسال به دلیل شیوع کرونا در سویای اسپانیا و به صورت مجازی برگزار شد و رافائل نادال توانست به عنوان بهترین ورزشکار مرد انتخاب شود. ناومی اوساکای تنیسور 23 ساله ژاپنی نیز به عنوان بهترین ورزشکار زن در جهان برگزیده شد. در بخش دیگر این مراسم لوئیس همیلتون قهرمان 7 دورهی فرمول 1 که فعالیت‌های زیادی در بخش ضد نژادپرستی داشته توانست جایزه بهترین ورزشکار فعال اجتماعی لاروس را از آن خود کند. محمد صلاح ستاره مصری باشگاه لیورپول هم جایزه الهام بخش‌ترین ورزشکار سال را به دلیل فعالیت‌های خود در بخش حمایت از حقوق برابر برای زنان در خاورمیانه دریافت کرد. در پایان تیم فوتبال بایر مونیخ نیز برنده جایزه بهترین تیم جهان را کسب کرد. خبرها همین قدر بود. ممنون که یک رو بینین دستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.